سلام، وقتتون بخیر. سارا پرهام هستم از پرژن بار جوایز فارسی در لندن. با برنامه شبهای آمریکا از سری برنامه‌های شبهای ایرانی با شما هستم و در خدمت یک مهمان، جناب آقای نشاط فنایی. ایشون در رشته بدنسازی و فیتنس فعالیت دارن و از آمریکا به ما ملحق شدن. خیلی خوش اومدید جناب آقای فنایی. عزیزید، منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزانی که ما رو تماشا میکنم. امیدوارم که زندگی به کامشون باشه. در خدمتتون هستم. سپاس از حضور شما جناب آقای فنایی. خواهش میکنم برای بینندگان ما بفرمایید رشته بدنسازی و فیتنس رو انتخاب کردید. از بیوگرافی خودتون بفرمایید چی شد وارد این رشته شدید؟ عزیزید، اول قبل از اینکه حالا من بایوگرافیمو بگم، خواستم که تشکر کنم از دعوتتون و پرژن اورز که منو دعوت کرد و این فرصت رو بهم داد. مختصر در مورد بایوگرافی بگم، من در تهران به دنیا آمدم و بچه شرق تهران یا حافظ نارمک هستم. از هم بچگی من علاقه زیادی به ورزش داشتم و به واسطه یه دایی که داشتم من رو به سمت ورزش کشون و کلاس بسکتبال و فوتبال ثبت نامم کرد. یادمه که حالا تو اون دوران کسی ورزش رو حساب اینکه یه بیزینس روش حساب بکنه، یه نگاه اینجوری به ورزش نداشت، مخصوصا ورزش بدنسازی. یک نگاه بدی همیشه روی این ورزش بود و همیشه خانواده ها حرفشون این بود تحصیلتون رو جدا داشته باشید، ورزش هم کنارش انجام بدید و هیچکس اون نگاهی که امروزه هستش روی ورزش و بدنسازی فیتنس هرگز وجود نشد. و خب من همیشه در کنار ورزش یه قسمت اساسی از زندگیم بودش. تجربی رو انتخاب کردم چون که خب میگم خون هیچ وقت مایل نبود که من به سمت ورزش برم، به نگاه کرده و بیزینسی نگاه کنم. دانشگاه رفتم و مدرک مهندسی کشاورزی گرفتم، در کنارش کار میکردم و مدرک حسابداری هم گرفتم و همیشه ورزش جزئی از زندگی من بودش. یادم 18 بیدم بود، این مغازه توی شوش داشتم و بازار کار میکردم، درس رو میخوندم، میمادم از سر کار که میمادم خونه، اون موقع ماشینم نداشتم، تاکسی سوار میشدم و میرفتم باشگاه خیابون بهار و همیشه تمرین میکردم و همیشه این اولویتی من و اون چیزی که علاقه داشتم ورزش و فیتنس بودش. تا اینکه حالا بعد از علاقه هلوش بکنم 10 سال خورده من از ایران دورم و ما مهاجرت کردیم و همینطور که میدونید مهاجرت همیشه خیلی سختی ها همراهش هستش. خیلی شما باید همه چیزتون از اول بسازید، همه چیزهایی که داشتید رو از دست میدید و با همه این سختی هایی که توی مسیر بودش، من همیشه با همه اون سختی ها ورزش یادمه که انجام میدادم، حتی مثلا پول کندکی هم داشت. ولی کش ورزشی دمبل رو میگرفتم تو خونه، اون نمیذاشتم، یعنی اون سختی ها هرگز نداشتم من سمت علاقه و اون چیزی که میخواستم و ترکش کنم. تا اینکه خب ما رسیدیم آمریکا و باز دوباره من یعنی میتونم بگم 30 خورده سال از زندگیم و دنبال چیزی رفتم که هیچ علاقه نداشتم. مدرک دانشگاهی، کاری که حتی داشتم، شغلی که توی مدت داشتم، هرگز اون چیزی نبود که دنبالش بودم. و مدتی گذشت و بعد از فکر کنم قلوشه 4-5 سال زندگی تو آمریکا، گفتم که آقا بذار یه جور شروع کنم و دنبال اون چیزی که میخوام و این فرصت رو استفاده کنم و دنبال علاقم برم. که خب ثبت نام کردم برای کالج و مدرک AED رو گرفتم، CPR رو گرفتم، فیتنس و بدنسازی از نشنال اکادمی آمریکا گرفتم و همین چند روز پیش به لطف خدا تونستم مدرک نوتریشن رو بگیرم. و خارج از این بحثی که حالا فیتنس چه کاره برای زندگی من که و دنبال علاقم رفتم، من به این ورزش مدیونم چون که حالا خانواده‌های دهه 60 همیشه بچه‌هاشون یه جوری بار بردن که من به شخصه یه جوری خیلی میتونم بگم خودمونی بچه پاستوریزه بار اومدم و ورزش همیشه اعتماد به نفس به من داد که بتونم برم تو جامعه، بتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم. ورزش به من این انرژی و روحیه رو داد که خیلی آسیب های اجتماعی که با اون مدلی که من تو خانواده بزرگ شده بودم دور بمونم. و میگم خارج از همه این نگاه ها، ورزش میتونه ما رو از آسیب های اجتماعی خیلی دور نگه داره و یه جوری هستش که میتونه به شما اعتماد به نفس، شادابی و سلامتی بده در کنار همه بنفیت هایی که فیتنس میتونه به ما داشته به ما ارائه بده. سپاس از توضیحاتتون. اول به من بگید که جناب آقای فنی الان در آمریکا شما
به صورت تخصصی دارید این کار رو انجام میدید؟ آیا آموزش هم در کنارش دارید یا اینکه نه فقط برای خودتون فعالیت میکنید؟ من هلوش 3 ماه هستش که تو باشگاه تگزاس فامیلی که خودم چون من تو تگزاس زندگی میکنم، یه باشگاه هستش مال بومی مال تگزاس هستش، مشغول به کار شدم به عنوان پرسونال ترینی و خدمتتون عرض کنم که به عنوان فرد کوچیکی از این جامعه بزرگ فیتنس مسیرم و اون چیزی که دنبالش بودم و دارم طی میکنم تا ببینم در انتها به چه چیزهایی میرسم. برای کسانی که بیننده هایی که علاقمند هستن به رشته فیتنس و بدنسازی، خب به هر حال میدونید که هم در بانوان این قضیه دیده میشه و هم در آقایان، یعنی خانم هایی هم علاقمند هستن به رشته بله، بدنسازی و فیتنس، برای اونها چه صحبتی دارید؟ چه مسیری رو طی کنن که به سلامتشون ضرری وارد نشه؟ اولا که خیلی خوشحال، من ویدیوهایی که میبینم خیلی خوشحالم که ایران ورزش انقدر اهمیت پیدا کرده، باشگاه خیلی مدرنی باز شده کشورمون و میبینم که خیلی از جوانامون میتونم بگم 80% بدنشون اهمیت میدن، مسابقه شرکت میکنن، از هر محله‌ای میتونم بگم چندین نفر فرد مسابقه داریم که رو استیج کشوری یا بین المللی میرن. و در مورد خانم هم که خب خارج از اصلا بحث فیتنس، جامعه ایرانی دارم هم خودمای ما هستیم که خیلی به تمیزی، به جزئیات، به بدنمون، به زیبایی خیلی اهمیت میدیم. و برای بانوان هم میتونم بگم حالا قصد من اینه که شخصا میتونم لایف استایل عزیزان رو عوض کنم و توی این برنامه بلند مدتی که برای خودم تعیین کردم اینه که بتونم کمک کنم تو نوتریژن و روشی که ما غذا میخوریم، چون متاسفانه روشی که ما زندگی میکنیم اکثر ما ایرانی ها خب غذاهای خیلی خوشمزه و چربی که داریم و همه اینا باعث میشه که اون از بدن فیتی که داریم ما رو فاصله بندازه. و میگم دوست دارم شخصا تمرکز کنم رو لایف استایل و نوتریژن و مدل غذا خوردنمون رو عوض کنم. موضوعی که همیشه مطرح هست در بحث بدنسازی و فیتنس این هست که به حال برخی به دلیل اینکه عجله دارن برای اینکه بدنشون روی فرم بیاد از داروها و یا مواردی استفاده میکنن که غیر اصولی هستش. میخوام صحبت شما رو بشنوم که چه کاری انجام بله، بدن. سوال خیلی خوبی پرسیدید، چون من فکر کنم 4 سال پیش بودش شروع کردم به استفاده از استروئید ها، تزریق تستوسترون و حال خانواده استروئید ها که خیلی زیاد هستش و منم مثل خیلی از اون جوانات دوست داشتم سر مرحله پله اول بپرم پله دهم و شروع کردم به استفاده، البته تحت نظر مربی که داشتم این کار انجام دادم، ولی بعد از این مدت سری عوارض وارد زندگی من شد. من تپش قلب خیلی بالایی گرفتم و رسوب کلیه داشت بر من اتفاق می افتاد و میگم خیلی دکتر و درمان و این چیزا انجام دادم و استفادهش رو گذاشتم کنار و اصلا اینجا هیچ توصیه نمی کنم، چون خیلی خوبه که این داروها یه جور دوپینگ دیگه، اصلا ورزش بدن سازی مخصوصا مسابقه بدون دارو امکان پذیر نیستش. یعنی شما بدن نشوال شده باشید بخواید روی استیج برید در کنار عزیزانی که حالا میان روی صحنه، اصلا شما دیسکوالیفای میشی. و یکی از اگه کسی واقعا میخواد استفاده کنه خب باید دید مسابقه داشته باشه، ولی من به شخصا استفادهش رو گذاشتم کنار به خاطر اینکه عوارضی که یعنی از استفاده از استروئیدها به ما اضافه میشه و رو بدنمون تاثیر میذاره خیلی بیشتر از اون بنفیتی که میخوام از استفاده از استروئیدها ازش به دست بیاریم. و به نظر من میگم لایف استایلشون رو عوض کنم و یه بدن ساحلی و خوشفرم داشته باشم با ورزش مداوم، با تکرار، با و تمرکز رو اون هیته که میخوان انجام بدم و ورزشی که میخوان انجام بدم، میتونم به یه بدن خیلی خوشبرم برسم و بانوان و آقایون هم نداره جفتشون میتونم به اون هدفشون برسم. منتها همیشه یکی از رمز و کلید این ورزش اینه که شما باید صبور باشید، شما باید خیلی خودتون آماده ذهنی آمادگی ذهنی آماده خودتون رو بکنید که به اون هدفی که دارید برسید، سختیاشو تحمل کنید. مسلما نمیشه یه شبه کسی پولدار بشه، همینطور تو بدنسازی هم هیچ وقت اتفاق نمیفته کسی یه شبه بتونه رو صحنه مثل المپیا بره یا بدن خیلی ماهیچه‌ای داشته باشه.
اگر بخوای برای خانواده ها صحبتی داشته باشی، میخوام بدونم چه رده سنی امکان این دارن که در این ورزش حضور پیدا کنن، از چه رده سنی بهتر هست؟ به نظر من حالا فیتنس چون یا بدنسازی به عنوان یک ورزشی که برای مادر همه ورزش هست، یعنی شما اگه فوتبالیست باشید بدنسازی لازم دارید، اگه دو مندارین کار باشید بدنسازی نیاز دارید، یه ورزشی هستش که پیش نیاز اکثر همه ورزش ها هستش و به نظرم از 14 15 سالگی همه میتونن شروع کنم و میگم مصرف ساپلمنت یا مکمل ها میتونه ما رو کمک کنه به اون که به این نتیجه برسیم، ولی بازم میگم استفاده از مکمل ها من شخصا میگم از سن 20 سالگی به بعد ما میتونیم با وعده های غذایی، با خواب درست، با تمرین متداوم میتونیم بدن یه نوجوانی که 14 15 سالشه 18 سالشه میتونیم به اون ماکسیموم متابولیسمی که داره برسونیم که بادی فتش رو بیاریم پایین و یه بدن خوشگل ساحلی میتونیم ازش درست کنیم و بعد از اون حالا از سن 20 سالگی به بعد میتونیم استفاده از مکمل رو بکنیم، میتونیم پروتئین اضافه کنیم، میتونیم داروهای که باعث میشه انرژی بدن بیشتر بشه رو اضافه کنیم تو اون روتین که یه مقدار میدونید منظورم اینه که از اون بلوغ سنی گذشته باشه و بتونیم ما یه چیزایی رو اد کنیم به اون روتین غذاییشون تا اون هدفی که دارن زودتر برسن. خب اگر بخواید صحبتی داشته باشی پیرامون این قضیه که قرار هست اتفاقات در اون شهری که هستید برای کسایی که ایرانیایی که اونجا ساکن هستن و به هر حال صفحه شما رو پیگیریم کنن، چون در کپشن صفحه شما رو قطعا خواهم گذاشت، اگر بخواید برامون صحبتی داشته باشید، آیا قرار هست که اولا که کجا میتونن شما رو به شما مراجعه کنن، یعنی راه دسترسی شما فقط از اینستاگرام هست یا جاهای دیگه هم امکان پذیر هست که بتونن شما رو پیدا کنن، و اگر بخوام با شما دوره ای بردارن فقط در همونجا میتونن حضوری ببینن شما رو، آیا به صورت آنلاین امکان پذیر نیست؟ من الان توی باشگاه تگزاس فامیلی هستم، تو واقع شده توی پلینو و دو تا قسمت دو تا یعنی باشگاه خیلی شعبای زیاد داره تو تگزاس، از داونتاون داره تا ماکینبرد و فریسکو و پلینو و قسمت دیگه این ایالت، ولی من تو باشگاه تگزاس فامیلی توی قسمت فریسکو و پلینو هستم. عزیزان میتونن از صفحه این اینستاگرام من با من در ارتباط باشن و حتی من ایمیل هم رو صفحه هم قرار دادم، میتونن ایمیل بفرستن یا اگر حالا تو ایران هستن خارج از آمریکا هستن برنامه های تمرینی یا غذایی مد نظرشون هست من میتونم کمکشون کنم به صورت آنلاین. و ایرانی های حالا یه چیزی شما سوال فرمودید، ایرانی ها معمولا زیاد وقت ندارن که برای حالا من ایرانی اینجا رو دارم میگم، تو آمریکا انقدر زندگی سرعت داره و شما نمیدونید دوشنبه رو چجوری جمعه میکنید، انقدر همه چی در تکاپو هستش، من خیلی از ایرانی ها رو میبینم که اصلا وقتی برای ورزش و فیتنس نمیذارم و از همینجا دوست دارم اعلام کنم که تو هر یعنی هیچ کس انقدر بیزی نیستش که بگه یه نیم ساعت در روز من وقت ندارم به بدنم به سلامتی اهمیت بدم و به شخصه دوست دارم از همینجا اعلام کنم بیاین زندگیتون و روتین مواد غذاییتون و طوری که زندگی میکنید اون لایف استایلتون عوض کنید با چیزایی که مصرف میکنید. شما وقتی به بدنتون احترام بذارید به خودتون احترام گذاشتید و این ورزش یه جوری هستش هر چقدر براش وقت بذارید هر چقدر براش خرج کنید به همون قسمت به همون میزان شما میتونید ازش دریافتی داشته باشید. بله، اگر در مورد مسئله دیگه بخوام ازتون سوال بپرسم، شما به عنوان یک فعال اجتماعی الان محسوب میشید، به هر حال دارید در رشته ورزش فعالیت میکنید و فعالیتاتون رو گسترده‌تر کردید در شهر خودتون، اگر همکارانی باشن در اون شهر و بخوان به شما ملحق بشن، به هر حال به صورت گروهی بخواید فعالیت گروهی داشته باشید یا حتی شرکت کنید در جاهایی که به صورت برای ورزش جشنواره‌ای باشه، فستیوالی باشه، یعنی جایی که بتونید حالت رقابتی باشه، این چقدر تاثیرگذار هست؟ اگر بخواید برای همکاران خودتون بگید چقدر تاثیرگذار هست که این همکاری ها بیشتر بشه بین شما و همکاران خودتون؟ متاسفانه در جامعه ایرانی من کمتر، حالا تو آمریکا مخصوصا تو ایالتی که هستم کمتر دیدم ایرانی همدیگر رو ساپورت کنن و این یکی از نقاط ضعف جامعه ایرانی هستش و برخلاف جامعه آمریکایی که همیشه به شما کمک میکنن شما پیشرفت کنید و همیشه یه ضرب و مثل اینا دارن که میفرد یعنی میگن که شما به شما کمک میکنید برید طبقه بالاتر که من بتونم جای شما رو بگیرم، در صورتی که ما تو فرهنگ ایرانی اون عادت داریم همدیگه رو بکشیم پایین تا
به اون جایگاهی که طرف مقابل داره برسیم. و در مورد سوال شما به نظرم الان از عصر ارتباطات و اینترنت و سوشال میدیا هستش، هر چقدر ما بتونیم تو هر زمینه ای که هستیم به ویژه ایرانی ها بتونیم همدیگه رو ساپورت کنیم، حالا شما یه بیزینسی دارید من یه بیزینس دارم، بتونیم همدیگه رو تو یه کامیونیتی بزرگ بتونیم همدیگه رو یعنی ساپورت کنیم، یه ارتباط دو طرفه با همدیگه داشته باشیم، باعث پیشرفت و ارتقای هر کدوم از این بیزینس ها میشه. و من شخصا همیشه فکر میکنم ماها هر کدوم نماینده کشورم هستیم در کل سراسر این دنیا، و حالا من به نوعی خودم همیشه سعی میکنم خارج از اون زمینه کاری و فیتنسی که هستم سعی میکنم به عنوان یه ایرانی نماینده کشورم بتونم فرهنگمون نحوه ارتباط برقرار کردن با مردم اینا رو هم در کنار فیتنس بتونم به مردم ارائه بدم، مخصوصا با حالا نوجوانا و کسایی که حالا آمریکایی که اینجا در ارتباط هستن. همیشه سعی کردم از فرهنگمون، از اون اهمیت دادنمون، از اون وقتی که باشون میگذرونم سعی میکنم یه سری چیزا هم بهشون خارج از فیتنس بگم، و به نظرم ارتباطات رمز و کلید این کاری هستش که ما باید هر کدوم رو انجام بدیم. بله درسته، اتفاقا مبحثی که مطرح کردید سوال بعدی من هم بود. به هر حال چون میدونید که ایرانیان به تبع با غیر ایرانیان هم در تماس هستن و وقتی که میخوان در کنار غیر ایرانیان شغل بهتری جذب بشند باید کارهایی انجام بدن که بتونن اون اعتماد اونها رو به دست بیارن. از تجربه خودتون بفرمایید، چون شما الان فکر می‌کنم ارتباط بیشتری با غیر ایرانیان دارین، الان اگر بخوایم به همکاران خودتون توصیه بکنید چه کاری انجام بدن که اعتماد به دست بیاد؟ به نظر من حالا تو همین روش تو زمینه فیتنس یکی پستایی که میتونن یا پستای آموزشی که میتونن در سوشال مدیا پست کنن، محتوایی که دارن ارائه میدن خیلی مهم هسته. شما میتونید اعتماد طرف مقابلتون رو با روشی که خودتون دارید زندگی میکنید، روشی که خودتون دارید پست میکنید تو سوشال میدیا میتونه خیلی اثرگذار باشه. و من به شخصه همیشه سعی میکنم یه چیزی رو به طرف مقابلم ارائه بدم و کسی که حالا توی سوشال میدیا من وارد میشه یه چیزی دریافت کنه، حالا چه در زمینه فیتنس چه در زمینه های دیگه. همیشه به نظرم محتوایی که ما ارائه میدیم و این کامیکیشنی که بتونیم با خارج از جامعه ایرانی داشته باشیم خیلی مهم هست، چون ایرانی متاسفانه زیاد تو زمینه فیتنس مخصوصا این ورا وقت نمیذارن و میگم ساپورتی نمیکنن از هم دیگه. حالا شما میتونید یه رستوران ایرانی داشته باشی یا میتونید مثل من مثلا بیزینس و فیتنس یا پرسونال ترینینگ داشته باشی، میگم حمایت اگه با از هم دیگه بکنیم این یه چرخ است از نظر من، و اگه من از شما حمایت کنم شما از من حمایت کنید جفت ما میتونیم شکوفا بشیم و بریم به نقاط بعدی. و میگم ارتباط همیشه تو دوروبرم دیدم که عزیزان یا فقط تو جامعه ایرانی خیلی تمرکز میکنن یا اصلا جامعه ایرانی رو میذارن کنار و با جامعه خارج از ایرانی ارتباط برقرار. به نظر من بعد همیشه ما دو طرف ترازو رو قرار بدیم، جامعه ایرانی داشته باشیم ولی فقط فوکوسمون روی جامعه ایرانی نباشه، چون که ما توی یک کشور خارجی داریم زندگی میکنیم و تعداد محدود ایرانی اینجا هستن حداقل توی ایالت ما. و به نظرم میگم این پل ارتباطی میتونه بین ایرانی و آمریکایی خیلی چیزا یاد بده، خیلی چیزا به شخص من از آمریکایی یاد گرفتم که تو فرهنگمون اصلا وجود نداشت، خیلی چیزا من سعی کردم بهشون یاد بدم. میگم هر فرهنگی هر جامعه یه چیزای خوب و بدی داره که آدم باید سعی کنه چیزای خوبشون رو دریافت کنه و چیزای خوبی که تو فرهنگ داری رو ارائه کنه به جوامع غیر ایرانی. دقیقا همینطور هست. و برای بخش پایانی، چون به حال میدونم که صفحه شما دنبال کننده های زیادی داره که علاقه مند هستن به رشته بدنسازی و فیتنس، اگر قرار هست که چیز جدیدی پست کنید در صفحه خودتون، خصوصا در زمینه بدنسازی، اگر ورکشاپی هست، اگر توصیه هایی هست، اگر به هر شکلی چیزی که دوست دارید علاقمند هستید، الان در برنامه عنوان بفرمایید، در خدمتتون هست. عزیزید مرسی که باز دوباره این وقت به من دادید و این فرصت پیش اومد که در خدمت شما باشم. من خیلی برنامه ها تو ذهنم هستش، چون دوست ندارم فقط حالا متاسفانه الان یه جوری شده همه یه خط رو داریم میگیریم و از هم دیگه داریم کپی میکنیم. من به شخص سعی دارم میکنم که بتونم مدل اون عادت هایی که همه ما تو زندگیمون داریم رو عوض کنیم.
و با حالا با پستا با حالا اپلیکیشنی که در دست دارم دارم روش کار میکنم تا حالا ریلیز بشه اعلام میکنم که بتونیم به فیتنس و یعنی مختص به آمریکا یا به این ایالت نکنیم بتونم کمکشون کنم از نظر یعنی من همیشه سعی کردم فیتنس و خارج از اون پرورش بدن و خوشندامی به پوشاکم همیشه اهمیت بدم و به نظرم به شخص من تو صفم سعی میکنم هم فشن رو انجام بدم هم بتونم فیتنس رو راجبش صحبت کنم لایف استایل مردم رو عوض کنم و امیدوارم حالا من ادعایی ندارم تو این زمینه ولی هر روز دارم سعی میکنم بهترین رو انجام بدم هر روز سعی میکنم به دانشم اضافه کنم و عزیزان میتونن که در پیج من اگه سوالی دارن اگر فکر میکنم میتونم کمکشون کنم در خدمتتون در خدمتشون هستم و تو مراحلی که هستش قدم به قدم بهشون کمک خواهم کرد. بسیار هم عالی، مورد بسیار خوبی رو عنوان کردید. پس به بیننده های ما میگیم که حتما صفحه جناب فنایی رو دنبال بکنن و مطالب جدید رو ببینن، خصوصا در زمینه های جدیدی که قرار هست به صفحهشون اضافه کنن و میدونم که خیلی مفید هست برای همه ایرانیانی که در سراسر دنیا ساکن هستن، برای همتون مفید هست، خصوصا بخش سلامتیش که خب برای همه اون های اهمیت هست. سپاسگزارم از حضور شما با برنامه شبهای آمریکا از سری برنامه های شبهای ایرانی. در خدمت جناب آقای نشاط فنایی بودیم، ایشون در رشته بدنسازی و فیتنس فعالیت میکنن در آمریکا. بازم براتون آرزوی سلامتی دارم برای شما و خانواده محترم شما هر جایی که هستید و سپاس از حضورشون. ارادت دارم، ممنون از تایمی که به من دادید، منم بهترین رو برای شما و همه عزیزانی که ما رو تماشا کردن آرزومندم، امیدوارم روزی برگردیم همه دور هم کشور عزیزمون و در کنار هم دیگه بتونیم با شادی و برکت زندگی بکنیم. امیدوارم. مرسی، شبتون بخیر. عزیزی سلامت باشید.